با بسته شدن مسیر بالکان دولت یونان از چند روز پیش در تلاش است تا پناهجویان سرگردان در این کشور را از رفتن به اروپا باز دارد و آنها را مجاب کند که برای ثبت درخواست پناهندگی خود به مراکز پناهندگی مراجعه کنند خبرنگار یورونیوز در آتن در گزارش خود نگاهی انداخته به آمار پناهجویان ساکن در یونان تعداد پناهجویانی که قدم به خاک یونان گذاشتند این هفته به 46300 نفر رسید از این میان 10500 نفر در اردوگاه پناهجویان ایدومنی در مرز یونان و مقدونیه اسکان یافتند این در حالی است که 7000 نفر هنوز در جزایر شرقی دریای اژه هستند 500 نفر هم در منطقه آتن بزرگ اسکان داده شدند. 15300 نفر دیگر هم در دیگر نواحی شبه جزیره یونان از شمال پایتخت تا مرزهای شمالی ساکن شدند. دولت یونان میگوید ظرفیت پناه دادن به دست کم 34 هزار مهاجر را دارد این در حالی است که بیشتر آنها ترجیح می دهند در نزدیکی مرزها اسکان یابند با این امید که شاید از برخی گذرگاههای مرزی امکان راه یافتن به اروپا را داشته باشند